سلام، امیدوارم که خوب باشید. من آرامم، اینجا کوکتل تیوی و امروز اومدیم با یه بیپرده دیگه. بعد از نمای بیپرده داریم یه مهمون عزیز به اسم کنیس و باش صحبت کردیم درباره آلبوم روانی و به هر حال هر حواشی یا حرف و حدیثی که هست. اما قبل از هر چیزی یادتون باشه حتما کانال سابسکرایب کنید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلشو بنویسید، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، میریم که با هم بیپرده رو داشته باشیم. سلام میکنم خدمت کنیس عزیز. خوبی آقا؟ چطوری؟ چه خبر؟ دمت گرم داداشم. خودت چطوری؟ قربونت، من عالی. توپ. خیلی ممنون که دعوتو پذیرفتی و افتخار دادی بریم یه مصاحبه. البته حاشیه اینا نداری، میخوام یه مصاحبه حاشیه‌ای خیلی آروم و مهربون و کاری و کار کسی نداری. نه بالا دیگه سوالایی که دوست داریم و بریم براش دیگه، بریم عمرو انجام بدیم. بریم، فکر کنم کم حاشیه تر مصاحبه همون باشی. خدا رو شون. آقا یه معرفی کلی بکن از خودت، اینکه چند سال کار میکنی، از کی و اصلا چی شد که علاقمند شدی به این کار که بخوای پرودوسر و خواننده بشی؟ من 15 ساله از تهران هستم. من خب بچگی یه روت موسیقی بود تو مثلا برادرم پیمان کلن اون یه جورای منو اون کلا منو اینتروجوس کرد به موزیک، یعنی اون مثلا من نشون داد مثلا شعبده بازی هاشون اینا. نگه منم آروم آروم یاد گرفتم و این داستان رو دیگه حالا بردیم جلو یه خب کرکترم آروم آروم شکل گرفت. بعد از چند وقت که شروع کردم اکسپریمنت کردم با چیزا، با سبکای موزیکا، مثلا چی بود مثلا حتی هاوسش هم درست کرده بودم، R&B هیپ هاپ، ولی خب مثلا اوریجینالیتی من کلن هیپ هاپ بود. بعد از اونورم R&B مثلا سبک خوندن من R&B بود، اونم مثلا برمیگرده به ریشه مثلا آشر و ام جی و اینجور چیزا، اینجور کسا، نه اینجور چیزا. بعد البته ام جی مایکل جکسون منظورته دیگه، الان بعضی سراب ام جی برداشتونه. البته آره دیگه، مایکل جکسون ولی ام جی هم کارش بود، ام جی خودمونم، ام جی ایران هم کارش درسته. اونم بر خودش ام جی دیگه. دیگه خلاصه اینا خب این رو من خیلی اینفلوئنس داشته، اینا خب رو من خیلی اثر گذاشته بود از کرکتری که امروز ساختم و کسی که هستم. و خب مثلا توی راه من مثلا موزیکایی که درست میکردم یه ذره کلن آرتیستیک بود و یه ذره فرق داشت با کارهای دیگه، نه دوست نداشتم مثل همه کارا باشه. سبک خوندن خودم یه ذره مثلا شبیه آشر و اینجور چیزا بود، ولی حالا اون داستانا به کنار دیگه. خب موزیک من دیگه به اونجا رسوندم و دیگه یه جوری شده بود که پروداکشن و اینا رو دنبال هر کی میرفتم مثلا دوست داشتم با اینا اون کار کنم، با خوانندگی اصلا شروع کردم. در اصل دیدم دیگه کسی چیز نمیکنه دیگه، گفتم خودم برم، کسی نمیتونه اون چیزی رو که من میخوام بسازه، گفتم برم خودم درست کنم و اینا. دیگه سعی کردم دیگه، بخوام نزدیک 4-5 سال طول کشید تا بتونم به اون جایی که میخوام مثلا برسم ذهنی، تا که بتونم اون چیزی که تو ذهنم رو بسازم. درست. خب تجربی یعنی اومدی توی کار یا تحصیلات آکادمیک هم داری؟ آکادمیک که نه دیگه، همه چی رو خودم یاد گرفتم، یعنی هم برادرم خیلی کمک گرفتم و طول رو اون مثلا همه سبکار کار کرده بود، هیپ هاپ هم حتی کار کرده بود، ولی مین فکترشون الکترونیک میوزیک بود. درست. منم دیگه خب رفتم همون کفشی که اون داشت میپوشید. خب آقا یعنی تصمیم گرفتی بیای تو موزیک چون اون چیزی که دوست داشتی تو مارکت باشه نبود و تصمیم گرفتی که بسازی، خواستی یک چیزی اضافه کنی، درسته؟ تو مارکت که نه، بیشتر چیزی که تو مارکت شاید بوده ولی تو ذهن من خودم خب یه کاراکتر خاصی بود که تو ذهنم داشتم که یه کاراکتر دارک و ملانکولیک بود. بعد اینو خب من هر جا میرفتم یا همه دوست داشتن مثلا ترپ خیلی گنگستر درست کنن یا مثلا R&B خیلی کورنی، مثلا کورنی تور، مثلا
که خیلی مثلا لوستوری بود و اینجور چیزا. yes. مثلا میگه عاشقتم و اینطور مثلا یو بروک مای قلب منو شیکوندی یا من قلب تو رو شیکوندم. حالا حرفاش واقعا نه، ولی مثلا تایپ موزیکش بود جس فقط غمگین بود. درست. ولی من میخواستم خب یه دنیای دیگه مثلا تل من میخواستم هم دارک باشم تلخ باشم، تلخیه رو دوست داشتم الهام بدم. اوکی. این تأثیرت حس میکنم رو مهراد هیدن هم خیلی مشخص بود. از وقتی که حالا شروع کردید با هم بیشتر کار کردن اینا، مهراد هم یه چیزایی ازش رو شد که قبلا ندیده بودیم. این تأثیرات کار توه یا چجوری، یا مهراد بیشتر روی تو تأثیر گذاشت رو این دوست؟ مهراد به نظر من خب رو هم دیگه ما تأثیر میذاریم واقعا. خب همیشه آدم با هم باشن و با هم دیگه مثلا من که 100% از اون مثلا همیشه نظر میگیرم در مورد یه موزیک، مثلا همین در حال میکس و مستر خودخواه مثلا من دارم یه دونه آهنگا رو لو دادم ما مثلا یه دونه کارهای روانی رو که دیگه اسمشو گفتم دارم میفرستم برای مهراد و اینا مثلا چک میکنیم اینا اصلا حرفا رو میگم، مثلا اونم پوینتاشو میگه منم پوینتامو میگم. آره با هم خب رد و بدل زیاد میکنیم اینجور چیزها رو، ولی آره اوکی اینطوری رو هم دیگه هستم. به اولین باری که من شنیدمت فکر میکنم اگه شما نکنم آلبوم شخصی بود از زخمی و که یه سری حرکات خیلی قشنگ زدیم اون تو. من دو تا آهنگتون خیلی دوست داشتم، یکی مثل بوم بود یکی چک، و از اون موقع بود که وارد شدی یا قبلمون هم ترکی داشتی که تو مارکت؟ من داشتم ولی دوست ندارم بگم با کی بوده. اه خب بگو دیگه من نشنیدم. نه دیگه دارم سرچ بزنم بذارم دیگه شما حالا بعدم بتونی خواهد پیدا کنی، ولی میگم یکی. اوکی پس قبل اونم بودی تو مارکه؟ من نشنیده بودم قبل اون یه دونه ترای کلن دادم، ولی هیچ موقع من چی میگن بعد از اون اصلا اسمو عوض کردم اینا. زیاد چیز نبود، پارتنرشیپ خوبی نبود. اوکی اوکی جذاب شد که کاملا بگردیم دنبالش ببینیم چی بوده. به احتمال زیادش هست هستش، ولی من خودم از قصد اسمو عوض کردم به خاطر دوست نداشتم اصلا ربطی به اون آدم داشته باشه اینا. اوکی حالا کنیس یعنی چی؟ کنیس ببین چند تا معنی داره دیگه، همه هم اینو میپرسن. خیلی سوال بود، من کوئسشن باکس گوشی بودم، خیلی سوال بود کنیس یعنی چی. ببین یه دونه هست که ستاره هستش به نام کنیس لوپس. اون هم اون معنی میده، ستاره میتونیم بگیم، همین که یه گرگیه که یه نسل گرگیه که منقرض شد. نمیدونستم اصلا یه نسل گرگ که منقرض شده و یه ستاره، درست؟ آره. اوکی الان میتونی هر کدوم دوست داری بردارین، ولی من اون برداشتم اون نسل رو برداشتم که آخریشم مثلا. اوکی پس اینم از فلسفه کنیس. یه سوالی که خیلی ها میپرسن، حالا نمیدونم آدم خودش آرتیست باشه بعد خیلی دوست داشته باشن راجبه آشنایش درباره یه آرتیست دیگه بپرسن، نمیدونم اذیت میکنه یا نه، خیلی دوست دارم بدونن چجوری با مهراد آشنا شدی. خیلی سوالا حول محور مهراد و این داستان بود. اذیتت نمیکنه این چیزه؟ میری چی میگم؟ نه خب یه چیز عادیه. خب من از اولش مثلا با هر کی کار کردم، حالا چه با حسین بوده چه با بچه‌ها بوده، همیشه یه حاشیه دور اینجور چیزا هست دیگه، یا میگم بچه پول داره یا فلان کارو کرده یا فلان کارو کرده. حالا من اینا رو کار نکردم، من عادت دارم اینجور چیز به اینجور حرفا. آره مهرادم که خب دوسته دیگه، دشمن که نیستش. آره خیلی من یادمه یه لایو هم با هین داشتی اگه اشتباه نکنم راجع به همین حرف زدی که همه میگن آقا چقدر پول دادی مثلا با حسین خوندی با مهراد خوندی از این حرفا. حالا چقدر دادی؟ من حاجی یه چیزی منهای 2000 دلار. خب داستان آشنایی با مهراد چجوری بود؟ با مهراد دیدن اینو خیلی ها دوست دارم بدونن که چی شد اصلا با مهراد. مهراد اکچولی خیلی داستانش باحاله. من خونه بودم، امیرعلی زخمی، درست زخمی رفته بود، خب زخمی خونه‌ش یه طرف دیگه بود، منم یه
یه منطقه دیگه تو لندن. درست. بعد امیرعلی کلا حالا خب آشنایت داشت با مهراد قبلا، برادرش دوست خوب مهراد بود، ولی امیرعلی هیچ موقع خودش نیومده بود مثلا به داداشش بگه موزیکمو بده به مهراد و موزیکمو بشنوه که بخوایم چیز کنیم. اوکی. اون یه روز سر مثلا سر کوچه بگیم سر کوچهشون بود، سر کوچهشون میره امیرعلی، بعد مهراد رو میبینه، مهراد هم فکر کنم داشت غذا میزد یه چیزی هم دارم با کسی هم بود مهراد، امیرعلی بهش میره میگه دوستم موزیکام بهت نشون بدم و داستانا. بعد دیگه امیرعلی همونجور سری به من زنگ زد گفت موزیکا رو بفرست. من گفتم بود چی میگی؟ من الان دانشگاهم. گفتم صبر کن. گفت بفرست. گفت بفرست. بعد آخر به من مسیج داد گفت اوکی فعلا تایم است. حالا ایمیلش گرفتم بعد برام ایراد بفرستم. خلاصه دیگه حالا من رفتم اصلا چیز کردم، رفتم خونه به موزیکا رو فرستادم، کارهای شخصی هم بود. اون موقع اصلا شخصی آلبوم نبود، یعنی ما همجوری سینگل زده بودیم، یه جورایی آرکایف درست کرده بودیم دیگه. yes. رفتم اینا رو فرستادم برای امیرعلی، هم فرستاد برای مهراد. مهراد هم خب گفته بود حال کردم و اینا، خیلی باحاله که دیگه اونا حالا اولین کاری که مثلا بین ما افتاد امیرعلی و لومپن بود دیگه. مهراد لومپن رو بست. yes. آره لومپن رو بست. یا لومپن خیلی بود. آره لومپن. من اولین کار ترپ مهراد بود. یا نه. مهراد بزرگ و ترپ زده بود. بزرگ ترپ فکر کنم یه دونه داشت. یه دونه یه دو تا ولی 808 داشت. آره آره. 808 بود. آره. 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 آخه ترپ هم نمیتونیم بگیم مثلا ترپ و اینا. چون ترپ آخه خیلی ها مثلا اینو نمیدونم. مثلا ترپ هاجی دود لایف استایل اصلا به موزیکی که میزنی فقط نیست. درست. این خب این مشکله توی یه سری بچه‌ها هستن ترپرن بودن. آره حالا این مشکله توی ایران هست، حالا بعضی از سبک‌ها هستن حالا راجع به چیزهای خاصی میخونن، علاوه فقط توی ایران مثلا جا افتاده که فلان لوپ رو استفاده کنی مثلا موزیکت میشه اون. حالا مثلا همون فلو یا همون اینو نمیدونم حالا دیگه میکنن دیگه. خب پس اینجوری موزیکاشون خوبه اصلا، من با این قضیه هم این نیست، قضیه این که مثلا لیبلش این نیست، لیبل با یارو ترپره، یارو دلیلی که اصلا میگن ترپ ترپ دلیلش اینه که یارو ترپره مثلا تو چیه هارلم مثلا تو نیویورک، اوریجینش دقیقا یادم نیست کجا بود، ولی اینا مثلا ترپرن، همهشون مثلا توی یه ترپ هاوس دارن، یه جایی به نام ترپ هاوس که مثلا میشنن میپزن مواد و اینا میشنن میپزن و مثلا اونجا کنارش هم یارو موزیکش هم مثلا حال میکنه، میاد چند تا چرت و پرت پشت هم میگفت مثلا میترکونده دیگه. حالا چرت و پرت که نه، حالا نویسندگی خوبی هم دارن. آره ولی اکثرش ولی... خود فیوچر راجع به آهنگ تونی مونتاینش هم میگه دیگه، میگه انقدر کشیده بودم اصلا نمیتونستم حرف بزنم پشت میکروفون، میگه تونی مونتاین اینجوری در میارن دیگه ترک. آره همینه دیگه، دنیای آرتیستی همینه، دو تا باید فقط عجیب باشی. آره اونم نمیخواد حتما درست بگی یه چیزیو. آره دیگه حالا اونم دنیای خودش داره دیگه، ولی خب تو ایران همه چی یه جور دیگه جا افتاده دیگه، ما نه مثلا به معنای واقعی گنگستر داریم که مثلا میگن گنگستر رپ و فلان و اینا، ولی خب هست دیگه، یه مدل خودشو داره. خب آقا بریم راجع به چیز حرف بزنیم. گروه جدیدتون یه گروهی زدین به اسم HHU و خب خیلی ها سوال دارن که آقا اصلا HHU یعنی چی؟ چه معنی میده؟ Heroes had uniforms. من فهم کردم مخففه، شاید اسماتون باشه، هی میگفتم فقط هیدرش میشه در آن بقیه همه هی میزدن. بعضی رو میدم مثلا زده بودن مثلا تتلو این فلانی فلانی اینطوری. فکر میکردن اول که فکر میکردن سینگل ترک و یا یه ترکی یه چیزی آلبومیه، ولی چیز بود بندی بود که زده بوده. چی شد حالا تصمیم ساخت این گروه گرفتین و جمع شدید دارم؟
ببین خب چیزی بود که چند وقت بود میخواستیم انجام بدیم بعد دیگه ولی یه روز من و مهراد با هم بودم اینا داشتیم بعد از اینکه کارای فکر کنم تونل بود تونل دو نشسته بودشم همجوری من داشتم چرت و پرت میگفتم همجوری شوخی موخی بعد یه تیکه انداختم هیچه یه چیز دیگه بود درست ولی اون اسمو عوض کرد حالا چی بود؟ چون اونو نمیتونم بگم همینجا به یه همون هیچه چوی بسته دیگه گفتم منم یه چیزی گفتم مهرادم یه چیز گفتیم به چه اسم باحالی برای بند خب مهراد گفت برای بند این اسم خوبیه برای بند یا نمیدونم اون یه چیزی اضافه کرد یه چیز اینطوری بود دیگه یکی اون گفتش که چه اسم خفن میشه برای بند دیگه گفتیم let's do it بعد دیگه از اون هم مستر دی 7 اومد مستر دی 7 دوستی یکی از دوستان بود درست رایتر خیلی خوبی بود یعنی خودش هم مثلا لایف استایلش قشنگی بود درست دیگه موقعی که اومد خیلی باحال شد اینا مثلا ورسای رپی کاملا انگلیسی درست مستر دی 7 حالا من خودم اینو حس نمی‌کنم ولی خیلی‌ها میگن شبیه ام جی و خودش نشون نمیده میگن ام جی نظری حرفی رو در مورد ببین ما اولش همچین حسی نداشتیم ولی مثلا عکس اومد بیرون همه شروع کردن گفتم من گفتیم واقعا شبیه آجی بره. گفتیم خیلی شبیه مثلا استیل بدنشون هم همون جوریه یه جوری پس چیز نیست دیگه مستر دی 7 ام جی نیست قطعی نه اون که هستم اوکی آقا ما یه سری بابا رنگ چشار چک کنین دیگه دیگه من نمی من که به نظرم اصلا شبیه نیستن ولی خب خیلی هم میگن هم کامنت ها دیدم هم بچه ها میگن گفتم حالا بپرسیم اونایی که سوال دارن قشنگ جوابشون رو بگیرم آقا ما یه سری سوال داریم که راجب تاپ فایوات یعنی تاپ فایو آرتیست توی رپ فارسی و تاپ فایو آهنگسازای کنیس تو رپ فارسی کیان خب تو آرتیستا آهنگساز هم آهنگساز هست آره میتونه تیم خودت هم باشه ولی سعی کن زیاد تیم بازی نکنی دیگه کلی بگی واقعا کسایی که قبول داری آهنگسازی نه خب من تو رپ دیگه آره دیگه تو رپ فارسی من دیگه ببین در حال حاضر به نظر من خب چی اول و پنجم داره یا نه هر جور دوست داری میخوای به ترتیب بگو دوست داری فقط 5 تا نام ببر که خیلی حال میکنی اونش ترتیبی ندارم من راستشو بخوای ولی چون اونطوری نامردی میشه خودی کاراشون خوبه بچه‌ها الان به نظر من مثلا خشایار داره خوب کار میکنه کچی بیتس خیلی خوب دارن کار میکنن به نظر من خیلی خفن شدن دیگه به نظرم دارا هم خیلی به بال میزنه به تاشو دارا کچی بیت دیگه پوبون هم خیلی کاراکتر بالی داره به تاش پوبون پروداکشن شوال شو چند تا سه تا عجب نمیدونم خودم بگم خودت هم دوست داری بگو مال خودم بذارم اول لیست نه من اصلا لیستی نیستش خب مهرات که 100% که دیگه هم میدونیم فداشه مهرات دیگه کیو میتونم میگم آخه کسی تو ذهنم نمیاد میخوام من چند تا نام ببرم ببینی هستن نیستن ببین هستن مثلا آتور بیتاش خفنه ولی خب تایپی نیستش که من خودم گوش بدم ولی واقعا البته قدیمی هاشو دوست دارم مثلا کاری که برای بهرام زده بود حالا من چند سالم بود اون فکر کنم 15 16 بودم اون آلبومه
یادم نیست. سکوت 24 ساعت. آره. که یه دونه یکی از آهنگای قدیمی رو سمپل کرده بودم، خیلی خفن بود. مثلا برای اون موقع خیلی وارد بود سمپلینگش. به نظر من مثلا آتور تو اون دوره خیلی خفن بود. آره به نظر من اون موقع بهترین آهنگساز رپ فارسی بود. به نظر من اون موقع خیلی، الان خیلی اکسپریمنتال داره کار میکنه. من خودم اکسپریمنتال دوست دارم، ولی مثلا تو سبکایی که بخوام مثلا گوش بدم چیزیو یه ذره هیوی بشه موزیک، یه ذره سنگین بشه، خیلی اکسپریمنتال بشه، نمیتونم گوش بدم بشه، پس دیسترکت میشم. پس موزیکای مهدیار دوست نداری الان؟ مهدیار کدومو؟ مهدیار چیزیه ملتفت دیگه، آهنگساز هیچ کس. آها اوکی. مهدیار خودم. مهدیار چرا شلوغ شده؟ آره قبلا بهار و الان شلوغ شده. اوکی آخری آخر نگفتی دیگه. البته حق میدم بهشونا. ببین آره به نظر من آخه موزیکی که دارن میسازن باید اون حال و هوا رو داشته باشه. وقتی داری از اون تیرگی صحبت میکنی، از اون فضا و فضا سازیش باید اونجوری باشه دیگه. وگرنه هنوزم مثلا آخرین آهنگی که دادن کولی اون فضا رو خب نداشت. ولی خب مجاز و مثلا یه سری آهنگای خیلی سیاسیشون به نظرم اون فضا رو میطلبه که واقعا بری توی داستان. موافق نیستی؟ ببین خب اون حس و حال تو میتونی هر جوری چیز کنی، انتقال بدی. مثلا اسم آهنگش چی بود؟ چی بود اون آهنگش؟ کدومه؟ خب یه راهنمایی بکن بگم. مال هیچ کس، زولبیا بامیه. آها یه روز خوب میاد. یه روز خوب میاد. من کلا مموریم خیلی چیزا اصلا اینطوری نیستم بخوام چیز کنم. مثلا اون پروداکشنش خیلی خفن بود، بعد حرفای خیلی سنگینی هم داشت میزد. اون فضا سازی عالیه به نظر من، ولی تا اینکه مثلا بیای خیلی چیزا رو خیلی سنگین بگی. آخه بیشتر یه ذره امید بخش بود آهنگه دیگه. یه روز خوب میاد واقعا حس یه روز خوب میاد داشت، ولی مثلا قاضی منو دوست داشت یا چرا نمیمیری واقعا، حالا چرا نمیمیری که مال مهدیار نیست، ولی کلن فضایی که آلبوم مجاز داشت، مثلا آهنگ آبی قرمز یا آهنگ فوق‌العاده سیاسی قشنگ تون، آدم حس میکنه واقعا مثلا تو یه حکومت نظامیه تو آهنگ. حس میکنم که، ولی خب من خودم هم جزو کسایی هم که زیاد نمیشه واقعا زیاد گوش میده، آدم یکم چون فضای عصبی داره، ولی خب اون فضا رو به نظرم میطلبه. اون ببین به نظرم فضا رو هر جوری میشه ساخت، تو اون حرف رو شاید بتونی تو فضای دیگه هم بزنی و انرژی بهتری هم شاید بهت بده. به نظر من حالا من میتونم مثلا میتونم حرف چی میگم. ببین اینطوری حساب کن، تو وقتی تو موزیکای مثلا بندری اینا یارو داره در مورد رفتن یکی صحبت میکنه، میگه با یکی دیگه رفتی داری اشغال، الان اشغال تو میکنه اینا، ولی آهنگ رقصیه. بازم دارن تو عروسی و هر جا که هست میرقصن باش با اینکه شعر غمگینه. آره میاد چی اینه؟ خب این بده، خب اون بده. حالا اون دیگه خیلی چیزه، خیلی دیوونه طوری مثلا اشتباهه، ولی دارم میگم ممکن هست همچنین اتفاقی بیفته. تو میتونی مثلا یه فضایی رو بسازی سنگین باشه ولی شلوغ نباشه. من میگم شلوغ نباشه. اوکی. شلوغیش به نظر من زیادیه دیگه، ولی خب دارن اکسپریمنت میکنن به نظر من بچه ها و حالا کاراشونو کردم و خیلی هم خب من خودم موزیکا رو خیلی گوش دادم از اون. ولی من خودم سیاسی اینا زیاد گوش نمیدم، اجتماعی سیاسی چون کلن وای بشه دوست ندارم. اصلا اخبارم من حال نمیدونم، حال نمیدونم مثلا اخبار نگاه کنم. اوکی هر کسی یه تایپی داره دیگه. خب بریم سراغ 5 تا از بهترین رپ کنای فارسی از دید کنیز. یو سخت رپ کنا به نظر من مهراد. آخه مهراد خیلی رپی اونجوری رپ نمی، مخصوصا جدیدن دیگه خیلی کم رپ میکنه نسبت به. خب اون که خب حالا دیگه استایلشه، ولی نه تو کیه داره چی رپ میکنه؟ تو چی؟ تو
تو کیه هم بود؟ آهنگ کیه؟ نه آره میکنه سکنه. ولی میگم مثل قدیم دیگه خیلی بیشتر اومده این ور، یعنی کمتر رپ داره، هنوزم ورس رپ آره ولی خب خیلی کمتر شده. مثلا کلا آلبوم تونل دوست فکر کنم دو سه تا خود مهراد ورس رپ داشت، یه دونه دو تا یا سه تا بود دقیقا یادم نیست، اونجوری مثل قدیم خیلی دیگه هم دو تا. آره نه من خب به بالا فرق نمیکنه، من حالا به جز اینکه دوستم باشه خب یه رول مدلم هستش دیگه، یعنی بهش نگاه میکنم خب خیلی چیزا رو ازش یاد میگیرم، حتی yes. هم مهراد هم داداشم هم امیرعلی اصلا زخمی. ولی خب ببین مهم نیستش که شاید الان داره کمتر میده، ولی چون بهرامش هم فکر کنم 5 سال 7 سال چیزی نداده بود. آره ولی خب مثلا بهرام مثلا چند سال کار میده، یعنی مهراد یه جوری دیگه از رپر بودن یه کوچولو البته من خودم خیلی قبولش دارم، به نظرم اون یکی از بهترین آرتیست‌های ایران تو همه سبک‌ها، ولی خب کمتر هیپ هاپ دیگه، از یکم کمتر هیپ هاپیه، کمتر رپیه، برای همین میگم. آره قبول دارم. آره. بیشتر ملودیک رپ میشه. آره دیگه. آره. ملودیک. ولی خب بازم به رپ دیگه، مثلا تو طرز نوشتنش نمیتونیم بگیم پاپ یا راکه کاملا. درست. اون روت رپ توش هست کاملا. مثلا بیا آرنبی هم میخونه باز همون روت رپیش هست، مثلا کلمه های خیابونی استفاده میشه توش. 100% درست. پس نفر پنجم مهراد بود. پنجم نه، یعنی یکی از نفرات مهراد بود. یکی از پنج. دومی و سامان به نظرم. سامان ویلسون الان یا قدیم؟ سامان ویلسونی که قراره بشنوین. اوه مای گاد، یعنی برگشته سامان 86 ها؟ نه سامان واقعا بد دیوونه است. سامان به نظر من تا 86 بهترین رپر ایران بود بدون چون و چرا، ولی بعدش که اومد حالا بزرگ که اصلا یه خیلی فازش شده بود، یه آلبوم خیلی من خودم به عنوان یکی بهترین آلبوم های ایران دوستشم، خیلی هم گوش میدم، یعنی من بزرگ رو پلی میکنم 1 ساعت و 19 دقیقه روشم تو تموش، ولی خب بعد از اون دیگه اون سامان رپی رو ندیدیم، یکم خیلی قافیه هاش ساده، فلو خیلی ساده، خیلی انتظارم مثلا من به شخصه به عنوان یکی از فنای قدیمی سامان خیلی انتظارم ازش بیشتر بود، و الان با این خبری که دادی من خوشحالم. نه این که این حرکتی که میخواد بزنه، ببین به نظر من ویژنی که اصلا سامان داره کلن خیلی ویژن باحالی داره. آره من خودم طرز دیدش رو خیلی دوست دارم، ولی خب دوست دارم رو ورساش بیشتر مثلا حس میکنم سامان میره مثلا همون تابستون کوتاهی که سیجل میگفت میشنوه میخونه میاد بیرون، میدونی این حس رو ورسای جدیدش این حس رو دارم، یعنی اونجوری انگار تایم نمیذاره، میدونی چی میگم؟ میدونم چی میگی، ولی بعد از الان دیگه خودش آدم بعدا میاد حرفا رو میزنه. ایوه پس بزرگ یک داره خفن‌تر از همیشه میاد ها. و خبر داره بزرگ که نیست ولی حالا نمیام چیه. خب ولی باله باله خیلی کار خیلی خفنی داره انجام میده، میشن خیلی خفنی داره. من از الان چیز شدم واسش، من هایپ شدم واسش. نه سامان واقعا دیوونه است، سامان واقعا دیوونه است. اوکی یعنی اصلا من که خیلی دوستش دارم، خودم شخصا خیلی دوستش دارم سامان، شخصیت خودش انقدر آدم بالیه اصلا نمیتونه. آره من پادکستی که ما مهراد داشتن دیدم خیلی حال کردم با کلن طرز فکر و دیدش، خیلی باحال بود به نظرم. نفر سوم سوراب. دقیقا با خودم میخواستم بگم سوراب و نگی، کلن زدبازی قدیم رو گفتی ستار. مهراد سوان سوراب درسته دیگه. از اون برم ببین سوراب که دیگه میخوام میدونیم دیگه. آره سوراب که از اول رپر خفنی بود و هست به نظر من. یاسر هم خیلی نویسنده خفنیه. 100% یاسر خیلی خوب نویسه، ویژن باحالی داره، ویژن یاسر خیلی ویژن پاپ توری داره، یعنی
این حرف رو میزنم یعنی منظورم اینه که پاپیلر فکر میکنه، مثلا یه حرفایی که میزنه یه حرفاییه که خیلی از آدم و دوست دارن بیانش کنن و نمیتونن بگن. درست، ولی قافیه‌های خوبی واسهش پیدا میکنه، یعنی خیلی هستن اون حرفا رو میزنن ولی خب فرمی که یاسر پیاده میکنه خیلی خفنه. دقیقا با اینکه حالا من موزیکای مثلا چه میگن به موزیکاش یه جوره که حالا اگه سلیقت نباشه ولی وقتی گوش میدی میگی بابا چه تکسی نوشته. من همیشه نه من گوش میکنم حال میکنم ولی مثلا موزیکی نیست من خودم مثلا بخوام 24 ساعت باش چیز کنم، ولی مثلا هر از گاهی گوش میدم جاست توی مثلا اخبار دیگه یه بار مثلا بزنم. آره گرفتم، ولی به نظر من خیلی خوبه. درسته. نفر آخر؟ نفر آخر نفر آخر کی بگم آخه زیادن ها جدی، 5 نفر واقعا. آره رپر خوب زیاد داریم ولی خب اونایی که بیشتر گوش میدی و حال میکنی دیگه که مخاطبا بیشتر با سلیقه خودت آشنا میشن دیگه. ببین من خودم راستش رو بخوای زیاد موزیک ایرانی گوش نمیدم مثلا کلا، چون اینجا بزرگ شدم، چون لندن بزرگ شدم، کلا زیاد فارسی گوش نمیدم مثلا. زد بازیش هم حتی من زد بازی و یا مهراد و هم موقعی شروع کردم به گوش دادن که رفیق شدی باش. نه با امیرعلی زخمی مثلا گفت مهراد اینه مثلا داستان اینه، زد بازی اینه، بزرگ اینه، داستانش اینه. آره من توی یکی از لایوات بکنم با هیم بود دیدم، گفتیم اولین بار رپ فارسی رو از یه غیر ایرانی شنیدم. درسته؟ آره کار چیز بود، حسین بود با کی؟ چالیم دو بود فکر کنم میگفتی. آره چالیم دو بود. آره حافظه رو داری؟ آن دمه که آپدیتی تو. آره اونو یارو گذاشته بود، حال کرده بود، منم از اونجا حالا یه ذره خوب شروع کردم. واقعا خیلی داستان عجیبیه، من تا حالا ندیدم مثلا کسی بگه من رپ فارسی رو مثلا از یه غیر ایرانی شنیدم، خیلی داستان جالبیه. آها من گوش نمیدادم دیگه، مثلا من کلا اخلاقم یه ذره عجیبه. من کلا آدم عجیبه. آره دیگه خب نشون داد. بازم ولی مثلا من موقعی که با امیرعلی دیگه دوست شدم دیگه. امیرعلی از این خوره های رپ دیگه، همش صبح زور شب رپ پله. آره امیرعلی که دیگه خب بزرگ شد با این داستانه دیگه، و مثلا حتی با مهراد اینا یه جورایی بزرگ شد اصلا. ولی من حالا مثلا داداشم مثلا پیمان که مثلا پروڈیوسر خودشم مثلا خب اینه خودش مثلا با بین بچه ها بود، بین رپر و اینا مثلا، بین سروش و اینا مثلا بود، بین با ریویل رو نمیدونم میشنسیم. آره آره پیمان مثلا با ریویل دوسته اصلا، مثلا دوست بود اونو قبلا اونا. ولی بازم من خب تو دنیای مثلا رپی فارسون نبودم کلا. اوکی کلا هر چی می‌خواستم انجام بدم، می‌خواستم اینجا انجام بدم، بعد داشتم اینجا انجام می‌دادم. و موقعی هم که اومدم سمت ایران گفتم زبونیه که خب بیشتر بلدم دیگه اومدم خب فارسی انجام دادیم. یه ذره البته تنبلی کردم دیگه، انگلیسی هم انجام می‌دادم، فکر کنم الان جیبه پرتر بود 100%. ولی بازم خب دوستم کاری که برای تو مارکت ایرانی دارم انجام میدم. آره کارهای باحالی کردی، آهنگای خوبی هم داشتی، آهنگای با شایه و حسین و با عرفان و تقریبا میشه گفت با خوبا کار کردی. حالا با همه نه ولی با یه تعداد از خوبا کار کردی، آهنگا هم جواب داده تا اونجایی که حالا آره. من کلا چیز نبودم که بیام مثلا با ببین مثلا خب احترام خاصی برای همشون قائلم، چیز بزرگیه که با این آرتیست ها یا با بچه ها کار کردن. درست. من همیشه دوست داشتم رو پای خودم بایستم و کار خودم رو انجام بدم، و احساس میکنم یه با بچه ها کار کردم یه ذره اتنشن رو برد یه جای دیگه. اوکی. آره که خودم بیام کار رو انجام بدم، چون معمولا ببینم چیز خوبیه میای با یه آرتیست بزرگ کار میکنی، ولی آخرش به این موقع که میای با یکی که مثلا خب لولش لول نمیتونیم بگیم لول، مثلا یکی که
فن بیسش خیلی بالاتر از تو ایمپرشن خیلی خوبی داره. آره من بیام مثلا فیچر بدم، بیام مثلا با حسین فیچر دادم، خیلی خوب فاز مایداری اینا گرفتیم حالا به کنار، ولی دیدگاه نمیاد رو من صد دیدگاه موقعی میاد رو من که من خودم کار خودم رو ارائه بدم و مردم اونو بشنون و ارتباط باش برقرار کنن که خاطره بسازن براشون. این صد درصد. حالا خاطره ساختن با اون موزیکام بگم. آره من خودم حالا من از روز اولی که حالا آهنگاتو گوش شدم، من مثلا میگم همون آلبوم شخصی و من هنوز دو سه تا آهنگاشو هنوز از اون موقع گوش میدم، میگم مثل بمب و چک و زد مثلا خیلی حال میکنم، مخصوصا با کورساش خیلی حال میکنم. یادم قشنگ اون موقع مودم بود همه مثلا هدفون بیت و فلان و اینا، همیشه هدفونه بود و البته دیگه آخرای بیت بود دیگه از داشم مود میافتاد، ولی همش هدفونه بود و همش گوش میدادم خیلی حال میداد. آهنگ قوقا بود فکر کنم اونم اولین اون تو بودی، تو قوقا بودی، تو قوقا نبودی فیت مهراد و زخمی قوقا؟ چرا من پشت کورس دارم نه آقا پنجمی رو نگفتی رپر را من یادم پنجمی رو به نه سروشه آره خیلی نوشتنش واقعا آره همه میفکرم هر کسی تو تصویر سازی خیلی خوبی میکنه. آره فضا سازی و تصویر سازی شوقا سروش. ولی مثلا از این بر امیرعلی خودمونم زخمی هم واقعا در همون تو هم رو همین لبله نوشتنش، با اینکه از همشون جوان تره به نظر من نوشتنش خیلی درسته. اینو گفتی فکر کنم الان همه میان یعنی چی یک آرتیست جوانتر یعنی با اون اذیتت میکنن سر این؟ من که دیگه همینجوری که میان حرفا رو میزنم، من دیگه باید حرفامو بزنم. اوکی آقا الان میخواستم ما تاپ 5 همون سومیش آلبوم های رپ فارسی، ولی گفتی گوش نمیدی یعنی زیاد گوش نمیدی، نمیدونم بپرسم اینا تاپ 5 داری آلبوم رپ فارسی چجوریه؟ زیاد آلبومی نداریم تو رپ فارسی داری؟ آره با داریم آلبوم زیاد داریم، البته چیزایی که خب شنیدم اون میتونم خود آلبوم مثلا خود بهرام 4 تا آلبوم خوب داره. آره آره هیچ کس 2 تا آلبوم خوب داره، رضا پیشرو 2 تا آلبوم گولاخ داره، دارن همه فکر کنم در تقریبا دیگه الان همه 2-3 تا آلبومو دارن دیگه تو کارنامه دیگه، آلبوم های خوب خود زدبازی دو آره. مهراد که ماشاءالله 5-6 تا آلبوم، مهراد که دیگه کلا فقط داره آلبوم میده سینگل هم نمیده. آره دیگه تاپ 5 گفتیم آره، یا تاپ 3؟ تاپ 3 بگو حالا چون زیاد گوش نمیدی. خب میتونیم به یکیش که بهرام بود سکوت یا 24 ساعت. 24 ساعت به نظر من باحال، خیلی باحال. 24 ساعت لیریکسش باحال، لیریکسش خیلی خفن، البته سکوتم خیلی خفن بود. آره سکوتم یه چیز عجیب غریب بود، تکستا خیلی سخت نبود ولی خیلی خفن بود، خیلی به دل میشست، پروداکشن ها خیلی خفن بود، اصلا اون دوتا آلبوم عجیب غریب خفن بود. آره آره خب نوشتنش کلن به نظرم بهرام اونطوری مثلا سخت نمینویسه، یه جور مینویسه که شنونده بتونه. آخه سخت شد دیگه از اشتباه خوب به این ور خیلی سخت شد دیگه، تو گذار که دیگه رمز آلود شد قشنگ، بعد 200 بار گوش میدادی رمزا رو میذیشی بغلم. البته اینم هستش یعنی من اونقدر انالایز نکردم مثلا شعرهای بچه‌ها رو. خب نوشتن خب استرونگ پوینت منم نیست، یعنی من استرونگ چی میگن قوی ترین تیکه من توی موزیک پروداکشن من یا با خوندنم درست نه نوشتنم، ولی خب یعنی من حتی موزیکی هم که گوش میدم اول به فلو پروداکشن گوش میکنم دیگه، پرودوسری دیگه نگاهت اول میره رو اون داستان دیگه. آره دیگه دیدگاه اینطوریه. خب میتونیم بگیم به نظر من سکوت خفن تر بود. سکوت الان من میدونم بزرگ یا زد بازیه بگم میگن فیوریت بازیه،
نه خب بزرگ من فکر نمی کنم کسی باشه که قبول داشته باشه آلبوم مثلا بعد خیلی خوبه از این که بهترین آلبوم های کل ایران هست. من فیوریت بازی دیم. آره خب بزرگ که 100% بزرگ و 100% هست. بزرگ خیلی حال دیگه... میداد. من به من گفتم دیگه من همیشه میذارمش تا آخرش گوش میدم واقعا. بزرگ چسبه. من خودم تا ته رو خیلی دوست دارم. آره آره تا ته. میکوبم تا ته. آره. به خود من خیلی اکچولی کمک کرده اون ترک. آره. مثلا تو یک سال اخیر اکچولی. یکی دو سال اخیر. من بیتاب من هر وقت میخوام یه کار جدید شروع کنم یه کار بزرگ رو ران کنم بیتابو میذارم میرم اصلا برای کاره خیلی حال میده. آره خیلی انرژی خاصی داره اصلا. و یه چیز بالی گفتن در مورد موزیک اصلا خیلی خفنه این حرکتی که زده بودن بچه ها. چه حرکتی؟ باید دیگه باید خودشون من کلا از اونام که همه رو اذیت می‌کنم. آره قشنگ یه تیکه میندازه و حالا بارو پیداش شد. ولی خیلی حرف والی خیلی حرکت والی زده بود. دومی بود نه آره. سومی و زد بازی هم واقعا آلبوم خیلی خفنی بود. چیز زاخارنامه یعنی زاخارنامه بهزادم یه دونه آلبوم داده بود به نام 23 اون آلبومش هم باحال بود به نظر من. آلبوم 23 علاوه پروداکشن باحال بود خیلی باحال بود اون پروداکشنش. اوکی همون هولوش چیزم بود آلبوم شخصی هم بود. آره فکر کنم یک سال قبلش اومد یک سال یا 6 ماه قبل شخصی اومد فکر کنم 5-6 ماه بود یک سال نه آره همون حدودا بود دیگه. آره من قشنگ یادم اون موقع. آره اون اول ولی خب 23 اومد بعد شخصی اومد دیگه. آره 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 23 اول اومده بود. خب آقا این از پنجمی هم میخوای بگی؟ فکر نمی کنم بگو آقا من میگردم دیگه من دارم اوکی اوکی بگو دستم هم تو چای یه دونه در اون چیزایی که شنیدم و 100 سال پیش هم مثلا سندی و هنه یادم بگه آلبوم سندی آخریو میتونم بگم خب ببین یعنی من ویژنی که دارم خب فرق میکنه دیگه سختت شده آلبوم این یکی آخه دارم میگم ببینم آلبوم کی بود که من بگم میخوام همه آلبوم ها رو یه دونه نام ببرم تو الان تو حفظی فکر کنم همه رو من خیلی رپ گوش میدم من همه کلا از اون موقعی که رپ شروع شده به من تقریبا اکثر آهنگا رو یا شنیدم یا هنوز گوش میدم. بگو بگو چند تا رو بگو ببین خب آلبوم یادم نمیاد جان من کلا یادم نمیاد من نمیدونم مموریم کلا ببین مثلا آلبوم شیدم همینجوری خانه تا گور چیز بود عرفان بود بعد همیشگی باز عرفان بود مثلا همیشگی که آلبومای خوبه رپ علیرضا جی جی اینا 3-4 تا آلبوم داشتم پیر شدیم 1-2-3 ستاره بازی بعد نه واقعا میخوام اینجوری نام ببرم سختی بهرام ستاره بازی به نظر من آلبوم باحالی بود. آقا یه ترکی ازتون پخش شده بود به اسم اوستای قدیمی مهراد کنیس زخمی ساچمه چی بود داستانشون اون اون ترکو من نمیدونم دست کی رسید بود البته اشتباه من بود مثلا دیگه نمیدونیم کی پخشش کرد ولی خب ترک دست من بود دست مهراد بود دست ساچمه بود و فکر کنم دست امیرعلی زخمی دست همه تون بودی آره و یکی از دوستای من که حالا نمیدونم حالا دیگه کدوم طرف آهنگ پخش شده بود ولی دیگه حالا این آدم مسیج داد و خیلی آدم خیلی با نمیدونم چی بگم ولی مسیج داد گفتش پول بده و اینا باجگیری داداشم تو باید به ما پول بدی اگه آهنگ دستته
و گفت پخش میکنم و اینا. من فکر نمیکردیم پخش بکنه ولی خب دیگه فرداش پخشش کرد موزیکو. عجب آدمی بوده بابا. خب اون چی شد ترکه؟ یعنی دیگه فاینال ورژنی نداره که بخواد بیاد بیرون؟ نه پروژهش که فکر کنم هستش پروژهش، ولی پروژه پروداکشنش نباشه. چون من یه دونه هارد 8 ترابایتی داشتم، کلن همه بیتای قدیمه و اینا، چند تا بیتای خفن بود توش، همش باش. واه خیلی بد. به غمناک‌ترین شب زندگیم. آره خیلی بد. آلبوم حالا کلا میگم آلبوم، من هیچ چرا میگم آلبوم، آهنگ خیلی خوبی بود دوستا قدیمه، همیشه دوستشم فاینالش رو بشنوم. خیلی حالا دوزی نبود گوش داد ولی دیگه رسید به دستمون دیگه. دیگه هستش دیگه، همونجور دیگه هیچی نمیتونیم بگیم. آره دیگه خیلی هم رو ساند کلاد اینا خیلی هم پلی خورد. آره خیلی رو یوتیوب هم خیلی بیو خورده. آره باحال بود. ورس ساچمه هم خیلی باحال بود توش، من دوست داشتم ورس ساچمه. آره ساچمه ورس ساچمه. خب آقا همکاری زیاد داشتی، کدوم همکاری تو اصلا بیشتر دوستشی؟ عجب سوالای سختی میکنی. آره دیگه، یه دونه همکاری مثلا کردی و به خود گفتی آهنگ منه، میدونی اینجوری. ببین از لحاظ ترک فکر کنم دوست و دشمن باشه. با زخمی و لیتو. آره اونم بخواد، البته خب بچه ها که خب خیلی هم خفن بودن، ولی شعر خودم رو خیلی دوست دارم. نمیدونم چرا ولی خودکاتاری بازی یه جو خودم اومد دقل بردارم که نگرد چیز. آقا کسی هست دوست داشته باشی باش همکاری کنی تا حالا نشده؟ رپ فارسی. شادمر عقیلی. او شادمر واقعا؟ نه ایسکا شده. نه آرتیست با حالیه ولی آره. اگه زیاد کپی نکنه آره آرتیست خوبی. اکی خیلی کپی کرده بابا، مشکوکم مشکوکم به تو، اینا اون زمان نصف آهنگاش کپی بود. اه؟ آره از آهنگای یونانی و نمیدونم. البته تو دیگه فقط تو رپ حرفه نداری بکنم. نه اینو آخه قدیم برنامه ها زمان زربین بود، اردشیر احمدی و یه سری کسی دیگه اون تو میگفتن و برنامه خوبی هم بود. خوب اینجوری دوزی ها رو میکنن کپی ها رو. منم که حافظم قویه یادم. ببین به نظر من خب درسته، آره رو میکنن خب خوب چیز حرکت بالیه، ولی یه حالا کپی کردن درست نیست. ببین اگه اینفلوئنس بگیری از یه چیزی، آره اون که آخه بحثش جداست، یعنی ولی الهام بگیری خیلی فرق. خودم مثلا از آره من مثلا از هزار تا آرتیست خودم مثلا الهام میگیرم، چون میگم مثلا اینسپریشن میگیرم. آره اون خب فرق داره، از ویکند گرفته تا دریک تا مایکل جکسون. درست. اصلا بریم تو موزیک ایرانی هم مهراد شاید یه چیزی برای من بفرسته، مثلا موزیکیه که برای یکی دیگه زده، ولی یعنی برای یکی دیگه زده، مثلا موزیکیه که خودش زده و اینا. من از اون اینسپریشن میگیرم، منم همون دقیقه مثلا شروع میکنم یه چیز ساختن. آره اینا ببین خب خیلی فرق داره. تو مثلا یه آهنگ میشنوی ممکنه با موضوعش حال کنی، رو موضوع اون یه چیزی بنویسی، ولی خب این که دقیقا بیای اونو صفر تا صد کپی کنی همه چی، اون ترجمه مثلا طرف میاد میکنه اون چیه، چه هنری داره پشت. نه اونو آره نه اون تو رپ فارس هم یکی این کارو کرده بود. یکی که نه زیاد داشتیم از این کارا، تو رپ فارسی هم داشتیم. قشنگ شعر رو برداشته بودن کپی ام پیست کرده بودن، فقط تو گوگل ترنسلیت گذاشتن. ببین خیلی همین الان هم خیلی داریم، حالا من تو لفظای بعضیا میبینم داریم که مثلا حالا مثلا یه لفظ رو گفته، ولی خب حالا یه لفظ رو بگی اشکال نداره، ولی اون که دقیق بیای اون شعر رو بگی فقط قافیه‌هاشو چفت کنی اون دیگه دزدیه. آره دیگه اون همینه میگم، مثلا بیا همونو ترنسلیت کنی بکنی مال خودت، ولی کانسپت تو نیستش که کانسپت یکی دیگه. دقیقاً مثلا خیلی به نظر من اسنا آرتستیک دیگه، چون حالا من حالا موزیکو شاید الهام بگیرم، مثلا اینسپریشن بگیرم از ویکند، مثلا خب مودشون دارک دود. من مثلا اگه میگن شب کارت، مثلا میگن کارت شبیه ویکند و اینا، میگم خب اینجا هم باید ما هم رفرنس کنیم دیگه موزیکا رو، مثلا بگیم شبیه این هست شبیه اون نیست، اینطوریه اونطوریه. درست.
کلا خب آدم موزی رو که زیاد گوش میده یکم حالا شبیش میشه دیگه و صد است، ولی اینکه کپی کنی خیلی جداست. یکی اون بعد آره مثلا اینه که مثلا بگی شوپن یا مثلا چی جوری بگم بهت، مثلا شوپن یا باخ از هم دارن اسکی میرن بخاطر اینکه دوتاشون پیانو میزدن. نه دیگه خب یه سری سبکه دیگه، هر که تو اون سبک حالا به زبونهای مختلف هست فلان هست کارشون رو دارن میکنن. مهم اینه که حالا نوآوریه رو داشته باشی، اون امضای خودتو علاوه بر این که حالا الهام رو میگیری باز داشته باشی تو کار. خیلی از فیلم ها هم هستن، خیلی همین حالا همون ویکند و فلان و اینا مصاحبه هاشون هم خیلی ها رو میبینیم میگن آقا من فلان آهنگ رو دیدم الهام گرفتم فلان، چه تو رپش از ورسای همو بعضی جا میان مثلا دو بیتشو میخونن یا کلا ورس همو میخونن فلان. اینا تو ایران جا نیفته دیگه، حتی رو بیت هم دیگه خوندنمون نداریم. حالا فکر کن یکی بیاد بگه آقا من مثلا الهام مثلا اسم آهنگ اونو خوشم اومده مثلا باحال بوده، یکم اینا رو بعد عوض کنن. یا اصلا مایکل جکسون به یه دور اینترویو مایکل جکسون رو من دیدم، حالا میگم حالا ویکند رو نه حالا جدیدن رو یه ارائه دیگه مایکل جکسون شو که میگفتیم همه میگفتن کینگ آف پاپ، خودش مثلا نشسته بود گفت من از این آدم رقصامو اینسپایرد میشم، از این آدم طرز خوندنش رو مود میکنم میام میسازم. منم خب توی دنیای R&B مثلا چیزایی که ازش اینسپایر شده بودم، کسایی که ازش اینسپایر شده بودم یکی آشر بود، ماریو بود، یکی هم خب ویکند. خب ویکند من ساید پروداکشنش رو خیلی بیشتر هستم، چون یه حرکت هایی که میزنن اینا به نظر من خیلی آدم های زرنگی هستن که اینقدر خوب فکرن. حالا من با پیمان مثلا با پیمان خودمون داداشم مثلا استایل ایتیز هم مثلا ما فکر کنم قبل از شخصی داشتیم مثلا میگفتیم ایتیز هم اینجور چیزا. خب ولی دسترسی به سینف و اینجور چیزا سخته دیگه، مثلا هاردویر هایی که استفاده میکنن اینا درست پیورلی هاردویر آنالوگ، موزیک خب خیلی قدیمی تر صدا میده و تو هم خب میخوای بسازی دوست داری پیور صدا بده دیگه. دقیقا این خودش خیلی مهمه، دوست داری آنالوگ صدا بده. آره حالا اون دقیقا حرفی که داری میزنی این گفتی اون که حالا بخوای میخوای یه چیزی رو بسازی با اینکه بهترینش رو بکشی بیرون خیلی فرق داره. بعضی ها هستن دوست دارن شبیه اون باشن میان و واقعا خراب میکنن اون سبک و اون داستانو و نمیدونم یه الان چند آره. زهنم رسید. آره رسید. نه درسته حرفه، درسته. ولی خب ببین هر کسی دوست داره دیگه. الان خب الان ترپ مود همه، الان یه چیزی که الان پاپ شده دیگه، الان ترپ پاپه بخوای نخوای پاپیلر ترپ الان پاپه یه جوره، یعنی هر کسی داره ترپ انجام میده به نظر من پاپیلره دیگه، پاپه. آره دقیقاً به نظر من خب مثلا ببین حال میکنن دیگه، خب یه استایلیه که رفتن تو سایدش. من مثلا استایلم امبینت دارک مثلا ترپ، ولی به سبک خودم مثلا میچینم. مثلا من دوستم اینسترومنت های زنده استفاده کنم و اینسترومنت های مثلا سینف های آنالوگ مثلا خیلی قدیمی. درسته خب چرا نمی کنی؟ تو این آلبوم کردم دیگه. او تو روانی کردی؟ تو روانی. خب آقا آلبوم روانی برای پیش فروش گذاشته شده، چند تا ترکه؟ چند تا همکاری داری؟ چه حدود زمانی میاد؟ چجوری هست؟ آلبوم روانی آره برای پیش فروش گذاشتیم. آلبوم خیلی باحال شده، خودم خیلی راضیم ازش، یعنی من خودم از کارهای خودم زیاد چیز نمی کنم ولی این یکی خودی خیلی خودم عاشقشم، از موزیک خودم خسته میشم خیلی موقع، یعنی دو بار گوش میدم دیگه خسته میشم، ولی این خیلی باحال شده. ایوه 8 تا ترکه درست، دوستم بکنمش 9 تا ولی نمیشه 8 تاش میکنم.
اوکی. که همکاری ها اسما رو نمیاد فقط میشمارم. اوکی اینم خب یکیشو بگو. فکر کنم 6 نفر. اوکی 6 تا آره 6 یا 5 تا چیز داریم فیچر داریم. اوکی خب یه سریاشو که میشه حد زد دیگه 100%. از بعد از تیم خودتونم ولی اونایی که سورپرایزن چیه یکی دو نفر اضافه اون سورپرایز دیگه بعد بتا سورپرایز دیگه آره دا اناونس می‌کنیم دیگه دائما اناونس می‌کنیم. خب ببین 8 تا ترک بود 5 تا الا 6 تا همکاری. کانسپت کلی کلیش چیه یا اصلا کانسپت کلی نداره؟ کانسپت کلی که داره دیگه روانیه دیگه. خب یعنی آدم دیوونه یه چیه داستانش؟ یه آدم روانیه آره. ولی خب موزیکا هر کدومش هم یه قصه ای داره خودش. هر قصه خودش داره. اوکی. یه جورایی هارت بریک توریه دیگه. اوکی. خب یه چیز گذاشته بودین برای بیشه، حالا من دقیق یادم نمیاد، حالا خودت اگه بگی، برای بیشترین حمایت ها فکر میکنم یه هودی گذاشتی درسته؟ چیه درستش؟ سه عدد یا 4 عدد گفتیم هودی بکنم. 4 عدد بیشترین حمایت ها 4 تا هودی. بخشی 5 عدد هودیه، 5 نفر اول دیگه کسی که حالا حمایت کردن. تاپ 5 دیگه. اوکی. خب چه حدود زمانی پخش میشه؟ تو اون ور سال میفته درسته؟ نه البته آره به سال ایران. آره سال ایران. آره دیگه. اوکی. چیزی نمونده ولی. چیزی نمونده. آخرش الان که دیشبم فکر کنم یه استوری گذاشتم. آره. داریم دیگه میکسش و اینا رو انجام میدیم. ایوان. با این حرفایی که زدی من خودم یکم مشتاق شدم ببینم چجوری از صداهای دهه 80 و اینا اونجوری که گفتی استفاده کردی. خیلی دوست دارم ببینم چجوریه. و ایول دمت گرم. خب آقا ما یه بخشی داریم که چیز میکنیم، یه سری اسم حالا رپ کن و آهنگساز اینا ازت میپرسیم نظرت، حالا یه کلمه یا نظر کلی یا یه اسم، مثلا اسمشو میشنوی ممکنه چیزی برسه به ذهنت، یه اسم یه کلمه یا یه جمله هر چیزی بگو دیگه. فهم کنم تو مسابقه ایرانی از اینا زیاد دیدی یه تو آره دیگه دیدم من خودتون که دیده بودم. ایوه خب اسم اول سپر خلصه. کارش درسته. کاراکتر لشه نشده کاراکتر. اوکی بیگرز. بیگرز زیاد کاراشو گوش ندادم ولی اونایی که گوش دادم با حال کلا آهنگ خیلی کم داره بیگرز ولی واقعا آهنگایی که داره بمبه. یکی دوتا فیت هم با حسین داره خیلی خفنه. اشکان فدایی. فدایی من زیاد راستشو بخوایم گوش ندادم. شاید مثلا همین حواشی آخر شاید مثلا کاراش شنیده بودم ولی با حال می‌نویسه. اوکی تتلو. تتلو روانیه. روانیه دیمونه هست. دوست داری باش کار کنی؟ اکچی میتونستیم اون سوالی که پرسیدی رو بگیم تتلو. تتلو باحال میشه باش کار واقعا دیدون کار برده. آره تتلو جالبه. سوگند. سوگند مهربون. مهربون به نظر من بهترین آرتیست زن ایرانه. قبول داری اینو؟ به تو آره تو سبک خودش واقعا آخه سبک خودش داره قشنگ. آره قشنگ ساب سبک خیلی خفن. استایل خوندن خودش داره. اسم بعدی پیشرو. پیشرو نظر خاصی ندارم در موردش ولی قدیمی قدیمی. گفتی قدیمی یاد آهنگ رپر قدیمیش افتادم. جالب بود. وانتونز. مانتونز سویتن. خیلی سویتن. سویت. اوکی. پوریا پوتک. پوریا پوتک. پوریا پوتک بود. راستش بخوای کاری ازش نشدم، من فقط ویدیوهایی که این منو دیده یوتیوب ویدیو میذاره اینا رو دیدم دنبالش نکنم. میخوره بچه با حالی باشه.
اوکی. پارسالیپ. پارسالیپ بچه خوبی. یه جوری گفتی بچه خوبیه. بچه خوبی آخه دیگه بگو دیگه نظرتو کامل بگو دیگه. خب میگم دیگه یه ذره تو این حواشی ها قاطی شد من یه ذره اصلا خودشون شد. من کلا با حاشیه حال نمی کنم اگه حکیب تو حاشیه اینا اینجور بازی ها میرسن یادان نمی کنم. ولی بچه خوبیه قبلا باش صحبت کرده بودم خیلی بچه گلی. کاراش چی؟ کاراش گوش دادی؟ کاراش چی جوری هنده؟ کاراش رو گوش کنم. کاراش خوبه. موزیکش خوبه. موزیکش خیلی خوبه. اوکی. اسم آخر بهزاد لیتو. ملودیاش قشنگ. اوکی. بهزاد لیتو. بهزاد لیتو. شو بگم خیلی بچه مشتیه. مشتیه. بهزاد خیلی مشتیه. آره این مشتی بودنش رو واقعا قبول دارم. یعنی من واقعا فکرشم من اون موقع تازه شروع کرده بودم کارم و اینا رو یه روز خواب بودم یهو دیدم که پیام اومده نوشته که برو جلو مرد درسته و فلان و اینا. بعد یهو گفت فکر کردم یکی اومده مثلا اکانت بهزاد لیتو درست کرده داره اذیت هم میکنه فهمیدم. آره بعد یهو وای کردم دیدم تیک آبی داره. بعد اصلا گفتم واه خیلی بهم حال یعنی انقدر انرژی بهم داد باعث شد که اون موقع تازه من کار میکردم با این گوشی کار میکردم بعد داغون و کار خودم با کارم حال نمیکردم. این گفتم این بعد بهتر باشه بعد بهتر باشه. بعد یهو به زالیتون پیامه رو داد اصلا دمشی هم خیلی بهم یعنی اصلا خیلی انرژی گرفتم و خیلی بچه درستی خیلی بهتر آدم درستی به نظر من نه زیاد تو حاشیه و اینجور چیزا بوده. آره نسبت به فیمش هم خیلی کم حاشیه است. بابا اصلا به نظر من با حاشیه نیومده بالا بره. نه همون دیگه میگم خیلی کم حاشیه است. دیسمیس با اینکه خیلی زیاد میشه اصلا استوری میزنه. همین یه ذره در با علیرضا جی جی و اینا همون آهنگ دوست و دشمنم یه سری حالا کاورش داستانی بود و اینا بجز اون زیاد حاشیه خاص هیچ وقت نشه. خب آقا یه چند تا نه خب اونا هم که گذاشت رو کاور داستانی میخوام بگم تو اون آلبوم خود بهزاد بود. نه میدونم ولی خب اون اکثر گذاشته بود و چاقو دستش بود سر اون اسباب بازی‌ها رو بریده بود و بعدم که ورسی که داشت میخوند خب راجع این بود که مثلا نامردی کردی و فلان و بهمان و دیگه هم ذهن رو میبرد این سمت بعد حاشیه شده بود دیگه. حالا اونجا یه ایسترگی بود اون عکسه و بعدش هم که دیگه اون بود فقط زیاد حاشیه خواست. خدا رو شکر چیزی که من نوشته بودم کلا من یه سال پیش اون رو نوشته بودم یعنی من مثلا کانسپت رو در آورده بودم یه سال پیش کلا دیگه بچه ها یعنی کسی اگه حرف نزده گفته داشته من یه سال پیش رو ببشنم. اوکی آقا یه چند تا حالا 5-6 تا بیشتر نیست ولی بین چند تا آهنگ و چند تا آهنگساز و خواننده و آلبوم یعنی دو تا اسم چقدر سخت توضیح دو تا اسم میگم یکیشون انتخاب کن دیگه این یا اون یا خدا یخ یا دیگه تاب شده یخ خود دیگه تاب شده اینو چون تو تیمی میگی مهراد اینو دیگه چون خودم هم پروژیوز کردم اوکی حسین هیچ کس حسین تونل یک تونل دو تونل یک تونل یک جی جی مهدیار سخت شد جی جی فانتره مهدیار چیزه خب کدومش اکسپریمنت جی جی اوکی جی آلبوم یا سینگل ترک سینگل ترک سینگل ترک زخمی هست اینکه دارم من الان داغون میشم سخت خدایی بگی زخمی ها مهراد همینجا رفته اون نه نه زخمی ها ساچمه زخمی ساچمه اصلا کار نمیده برده اصلا مورم خورد کرده آره ساچمه با اینکه رپر نسل اولیه خیلی کم کاره اصلا بابا اصلا عجیب غریب کم کاره بعد من یه مصاحبه همین چند روز پیش ازش دیدم با آتور خودشم میگه من کارهای خودم رو ندارم خیلی باحال اصلا خیلی مثل که تفریحی کار میکنم داره ست کار بشه من دارم
آره دیگه میاد یه دو تا ترک ضبط میکنه میره. آره ولی خیلی باحال، من خیلی ساچمار دوست دارم پور کار ببینم، اون کارهایی که ازش هست جالبه. حالا چرا کم کاره دیگه، رسیدگی کن ساچمه جان. زندگی دیگه. یه آهنگ هم با هم داشتین، اونم خیلی باحال بود، یه سبک عجیب غریبی بود، اسم آهنگ الان یادم نمیاد، موزیک ویدیو هم داشت با هم، فکر کنم پیار سال دادین. اصلا نپرس چیز، من کلا مموریم تعطیله. آره آهنگ باحالی بود، معلومه. آره آره معلومه، معلومه. ما گفتیم حافظه تو خوبه داداشی دیگه، انقدر اطلاعات اینجا هی گفتی نمیدونم، اینا فشار آوردم داغ شد مغزم. سختم شد. اوکی آقا، فکر میکنم راجب همه چی صحبت کردیم، حرفی چیزی هست بخوای راجبش بزنی؟ آها البته یه موضوع میمونه در رابطه با اسپاتیفای، میگم میخوای یه حرفی بزنیم، و اینکه تقریبا تو خیلی از برنامه ها گفتیم ولی خوبه به نظرم تکرار شه، اینکه حالا موزیکایی که انحصاری رو اسپاتیفای میاد چجوری دانلود میکنن؟ من اینو موندم که روی سایت ها و تلگرام و اینا به راحتی میذارم. ببین من خودم بخوام میتونم دانلود مثلا ضبطش کنم، موزیکا رو بهش دارم، ولی دلیلی که انجامش میدن رو من نمیفهمم. یعنی مثلا ببین وقتی ضبط میکنی مگه کیفیتش نمیاد پایین؟ اینا کیفیت چرا خوب میذارن با هم رو کیفیت تاثیر میذاره، هم روی ویو دیگه. ولی آره ولی خدایی باید این داستانا رو بزن کنار، خیلی ها مثلا میگن ما اینترنت نداریم، وی پی ان نداریم اینا، بعد میان رو تلگرام گوش میکنن، بعد میگن ما میخوایم آفلاین گوش کنیم، و همه هی فقط دلیل میارن چیز میکنن، یه بهونه میارن دیگه، یه بهونه میارن، میگن ما اینترنت نداریم، اینطوری نداریم، اونطوری نداریم، و نمیدونن به آرتیست دارن فقط صدمه میزنن. چون آرتیست خب شما فکرشو بکن دیگه، مثلا ما بخوایم یه میکروفون بخریم، حالا بگیم مثلا نمیخریم، بخوایم بریم استودیو یه موزیکی رو ضبط کنیم، درست، خودمون مثلا شاید $20 یا حالا برای ما که اینجا مثلا 20-25 پوند یا 30 پوند مثلا بعد ساعتی بدیم، درست. بعد خب خاطره هایی که فرض کنید شما چنونده ها دارن میسازن با کاریایی که ما کردیم، خب حالا من سر همین آلبوم دارم واقعا زحمت میکشم و دارم یه ذره قدردانی هم میکنم حتی بیشتر. شاید منم شاید از اون آدمایی بودم که قبلا میرفت مثلا آهنگو مثلا یه برنامه بود به نام لاین وایر، قبلا میتونستی بری مثلا موزیکا رو MP3 شو دانلود کنی، اینا بریزی تو MP3 پلیرتون، من هم اون موقع این کارا رو میکردم، ولی یه جا به بعد دیگه دیدم واقعا بی احترامیه به آرتیستی که انقدر بهمون حال داده. حالا مثلا من حالا مثلا اون موقع شاید موزیکای آشر بود یا 50 سنت بود، درست، یا امینم بود مثلا. خب مثلا این موزیکا به من کمک کرده، خب مثلا تو زندگی شاید 100% بهم یه جایی امید داده، حال داده و شاید انرژی داده به خیلی چیزا. دقیقاً آره میگه مثلا یکی از دلایلی که مثلا من تو موزیکم یا تو موزیک رپم به خاطر امینمه، یعنی آشر که من رو نیورد تو موزیک رو. بعد اصلا قبلش میخواستم رپر بشم، اونه دوست داشتم رپر بشم، گفتم نه حیف هم نه اون بهتر رپر نشدم، رپر بودم اصلا الان بلن تو دیوار بود. باید حالا حرفی که میزنی دقیقا، من یکی از کسی هم که واقعا فکر کنم اینو چشیدم، من چون روزی شاید باورت نشید بالای 12 ساعت موزیک گوش میدم و هر کاری میکنم، یعنی حالم بعد یه موزیکی هست که حالمو خوب میکنه، حالم خوبه با یه موزیکه. من سر کار یه زمان 12 ساعت کار میکردم، 12 ساعت مثلا هنس فریه بیرون نمیومد، میدونی مثلا صاحب کارم میگه بابا گوشت چیز میشه، ولی نبود تو گوشم نمیتونستم مثلا کار کنم، میدونی اصلا نمیتونستم پاشم، و میدونی خب این همه اینا روزای ما رو ساختن، انرژی باشگاه هر وقت مثلا آهنگ خوب نباشه نمیتونی دمبل رو بزنی سنگینه رو، میدونی یا میخوای بدوی یا آهنگه میاد درصد دویدنت میره بالا فلان اینا فلانجا عشق و حال خاطره مثلا یارو با دوست دخترش تو ماشین فلان، حالا اینا همه یه طرف و اون انگیزه ای که میده طرف حالش بعد شکست عشقی خورده یه آهنگ میشنوه پا میشه و و و هزار تا چیز دیگه، و خب اون آرتیست هم
فتوسنتز که نمیکنه، یا باید وقتش رو بذاره رو موزیک یا باید بره پی کار دیگه، میدونی؟ و همه مثلا مخاطبا انتظار دارن هیچ کس 10 سال یه بار کار نده، هر روز کار بده، ولی خب کو حمایته، میدونی؟ خیلی کمه. و الان هم دقیقا میگی بهونه، خود تلگرام تو ایران فیلتره، فیلترم که اکثرا دارن میخرن. خب تو اون پول اکانت که میدی و یه اکانت اسپاتیفای میتونی بدی و توش هم میتونی آهنگو دانلود کنی، یه بار هر وقت خواستی آفلاین گوش کنی. و تازه اکانت های کرکی هم تو ایران زیاده که یعنی هست و به هر حال داره دست به دست میشه، یعنی حداقلش اینه که یه اکانت کرکی بخری دیگه، حالا اونم بده، ولی باز نمیدونم واقعا. اون نره به کمپانی ها صدمه بزنه، به ما صدمه نزنه. اونا دارن بابا اوور 1 بیلیون یا 500 میلیون یا 10 میلیون پوند اصلا بگم در سال دارن در میارن از همین آرتیست های مثل ما. مثلا اون قیمتی که دارن فکر کنم صرف 7 سنت در میارن هر آرتیست، مثلا هر پلیی که میگیره. درست. و خب اینا رو خب سپاتیفای داره بیشترش رو میگیره، خب داره این درصدش رو به ما میده. صد درصد. و دلیلی هم که اومده اکسپند کرده که مثلا هر آرتیستی بتونه موزیکش رو بذاره، دلیلا کاملا به خاطر اینه که آدمای بیشتری رو بکشونه تو سپاتیفای. درست. و اگه خب داره به آرتیست ها کمک میکنه، چرا آخه باید همچین کاری بکنیم که به آرتیست ها چیزی نرسه و زحمتایی که دارن میکشن به باد بره. دقیقا. ولی خب حالا اکانت کرکی رو آره یه چیزی من گفتم، ولی نگیرید اکانت کرکی رو، سعی کنید که حالا رو اسپاتیفای و رو یوتیوب و ساندکلاد. آخه یه انتقادی هم خیلی هم میکنن، اونم درسته، چون خیلی از آرتیستامون فقط روی یه پلتفرم میذارن. با مثلا آقا این همه پلتفرم داریم، تیدال هست، اپل میوزیک هست، خود اسپاتیفای هست، ساند کلاود هست، یوتیوب هست، اینا رو اگه همه رو پوشش بدن، چون یه سری ها هستن واقعا شاید اصلا دسترسی به اسپاتیفای نداشته باشن ولی خب روی یوتیوب هستن، یا میدونی برعکس، اینو اگه اینم فهم کنم آرتیست ها اگه پوشش بدن خیلی میتونه بهتر باشه، چون به هر حال چیز دیگه. ما همین الان مثلا خودمون یه سری مخاطبمون رو اینستاگرام و اونا اصلا رو یوتیوب نیستن، خیلی تو اینستاگرام من یوتیوب اصلا نمیدونن چیه، یا از اون خیلی ها تو یوتیوب اصلا اینستاگرام نیستن، میدونی؟ و اینم حس میکنم آرتیستایی که درست منیج کنن که کار فقط از یه جا نیاد، هم میتونه به کار خودشون کمک کنه، همین که اونایی که واقعا شرایطشو ندارن بتونن درست گوش بدن. و اینم گفتیم از طرف مخاطبا بگیم چون بود دردش. آره نه درسته، ببین نه خب بعضی هم میذارن، من که الان میخوام رو، ما که همیشه رو همه پلتفرم ها گذاشتیم، به نظرم رو اپل میوزیک بود، رو سپاتیفای بود، کارهای HHU، کارهای تونل، بکنم هر دوتا تونل باشه، نمیدونم رو یوتیوب بود، رو همه پلتفرم های میجر گذاشته بودیم. آره آره، نه حالا نمیگم شما، میگم حالا گفتم به آرتیست ها بگیم چون درد مخاطب آره نمیذارم آره. فقط یه پلتفرم خاص میذارم بس آرتیست های دیگه گوش کنه. دمت گرم، مرسی از اینکه دعوتو پذیرفتی، افتخار دادی اومدی، از حضورت لذت بردی. دم خودت گرم، شاکس داداشم، بزنیم بهتر کنیم، فدات، قربونت، فعلا. خب این قسمت از بی‌پرده هم تموم شد، فصل دومش رو شروع کردیم، سعی می‌کنیم هر 7-8 روز یه بار یه مصاحبه داشته باشیم، امیدوارم از این مصاحبه هم خوشتون اومده باشه، حتما نظراتتون رو اون پایین بنویسید و بنویسید که دوست دارید مهمون بعدی چه شخصی باشه که سعی کنیم باهاش هماهنگی‌ها رو انجام بدیم. فقط این نکته رو مد نظرتون باشه، مصاحبه کردن واقعا سخته، از هماهنگی تایمش بگیر برای ضبط تا حالا هماهنگی دریافت کردن فایل‌ها و ادیت و این داستانا یه مقدار مشکله، ولی سعی می‌کنیم هر 7-8 روز حداقل یه مصاحبه رو داشته باشیم. دمتون گرم، انتقادی پیشنهادی هم دارید حتما اون پایین بنویسید. مرسی که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم حالتون همیشه توپ، خوب، عالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.